عرض ادب و احترام، خیلی خوش تشریف آوردیم. متشکرم. مجدد سلام میکنم به روی همشمای شما. خانم ها آقایان، عزیزان دل، در خدمت شما هستیم با پخش زنده آراد برندینگ و ساعتی که قرار داریم در یک شنبه شبها گفتگو میکنیم با عزیز دلمون، مدیر عامل محترم مجموعه بزرگ آراد برندینگ، جناب مهندس قربانی عزیز. خیلی خوش آمدید. عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان دلمون که اینجا حضور دارن و همه کسانی که دارن برنامه ما رو میبینن. انشالله که امشب خدا توفیقی به ما بده تا بتونم صحبتهایی رو که آماده کردم به نحو احسن ارائه بدم و یه شب خوبی باشه. قربون شما برم. خیلی متشکرم از حضورتون. سه تا مؤلفه داشتیم و عزیزان بیننده در جریانش هستن. شاخصه یک مدیر موفق، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی و نقش پول و بی پولی. کدومش رو؟ اول از همون منابع مدیریت انسانیمونو میریم. بله. یا اون مردم شناسیمونو میریم. بعد میخوام راجع به شاخصه یک مدیر رو بگم. آخرش هم پول و نقش پول و بی پولی. در خدمت شما هستیم. بسم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که امشب یه موضوعی رو که آماده کردم در موضوع منابع انسانی، در بحث منابع انسانی دو وجه داره، تقریبا جدا از همه، ولی دوست داشتم اینا رو تو یک جلسه بگم. یک مدیر برای اینکه نیروهاش اون رو بپذیرن، برای اینکه اطرافیانش اون رو قبول کنن، باید مدیری باشه که نفوذ داشته باشه. باید مدیری باشه رو هر کسی، رو هر نیروی، هر حرفی زد، حالا عامیانش اینه حرفش خریدار داشته باشه. اینو بهش میگن نفوذ داشتن. نفوذ داشتن یه معنیش اینه آقا در هر کاری که به نیروت میدی خودت بیشتر کار کنی، یا حداقل همتراز با اون بتونی کاری رو ارائه بدی. تو این موضوع دو مدل ما نیرو داریم که میخوام ذهنتون رو باز کنم که بهتون بگم کلا نیروها رو بشناسید، چه مدل نیرویی از کدوم مدل مدیر خوششون میاد. یه مدیری داریم میشینه دستور، یعنی حرفی میزنه نیروهاش باید برن انجام بدن، خودش هم فقط نظارگره، یعنی کاری هم نمیکنه، تجربهش هم نکرده، هیچی هم بارش نیست. یه مدل نیرویه، مدیره. یه مدل مدیر دیگه داریم، مدیریه که خودش میره نفر اول کار رو راه میندازه، طعمش رو چشیده، تجربه کرده، حالا به تیمش میگه بیاین. یعنی نفر اول تیمشه. این دو مدل مدیر به نوعی میتونم بگم. یه مدیر انگار میشینه نیرو بیا، یه مدیر دیگه میره نیرو باید دنبالش بدوه. ببخشید، اولی نیرویی که میشینه، مدیری که میشینه نیرو میگه برو، دومی برعکسه، مدیره میره میگه بیا. یه چند تا مثالای قشنگ دارم بزنم. امشب یه حسی دارم یه خورده مدیران دولتی رو مورد عنایت قرار بدم. ما در زمان جنگ، عرضم به حضورتون که اگه دقت کنید حتی فیلماشون رو میدید، من خیلی این توی پروسه زمانی حالا بر حسب تقدیر روی بعضی از این فرمانده و اینا یه سری داستان‌هاشون رو خوندم. بله. اکثر فرمانده‌هایی که در زمان جنگ باشن، میتونم بگم همشون، حالا یه استثناءاتی داشتیم، خودشون نفر اول جنگ بودن. یعنی نفر اول بود یاراشو میبرد، نفر اول بود یاراشو میبرد، جنگ رو بردیم. یعنی اگه قرار بود اون موقع هم فرمانده ها می نشستن های برو، قطعا می باختیم. الان مدیرامون اکثرشون چه شکلی هن؟ میشینن تو برو. جنگ اقتصادی رو باختیم. اگه دقت کنیم ما در جنگ نظامی قدرتمندیم. الان هر کی بیش هیچ کسی نمیتونه تو بگه به ایران، چون مدیر. اما در جنگ اقتصادی مدیری که در اقتصاد در کشورمون وجود داره چپه داره عمل میکنه، یعنی انگار دستور میده. یه نکته جالبم بگم که اینو فیلم و سریال ها جا انداختن که
که در شرکت‌های خصوصی اصلا اینجوری نیست. اونایی که ساختن ما رو شرکت‌های دولتیه که اکثر دولتی اون شکلیه. اصلا تو خصوصی اینجوری نیست. مدیر از استرس حقوق و اجاره و چه میدونم ادواتی که قرار دادن اصلا اون استرس بهش اجازه نمیده اینقدر ریلکس. هر روز میاد یه عالمه نامه میارن این امضا میزنه، با نگهبان دم درش حرف میزنه، نمیدونم خونواده های اونا رو میره پیگیری میکنه، اصلا یه مدیری نشون میدن. یا عشق عاشقی یک مدیر مثلا 60 ساله عاشق یک دختر 20 ساله اونم تو شرکته. یا اصلا بدبختی مدیر نداریم. آقا این مدیر با یک استرسی این کارخونه رو انداخت، با یک استرسی مجموعه رو داره نگه میداره، اصلا نمیبینیم. این تو دولته. من یه بار گفتم ما بس به چای نفت که نیستیم که هر روزمون باید در بیاریم. اینا رو به شما دارم میگم، تجربه خودمه، دارم به شما ها میگم یاد بگیرید. شما باید اینجوری باشین، نباید بشینیم منتظر باشیم. آقا الان اگه دقت کنی بودجه میاد تقسیم میکنن چه کنن؟ یعنی پوله هست ما نداریم. آقا این کارها باید برای پولسازی انجام بشه و نه پوله هست و چی میشه؟ تقسیم پول رو اینا گردن گرفتن، الان این امضا داره، آره دستور میدن. اما در زمانهای قبلی اینجور نبود. الان هم اگه میبینید مثلا جنگ خیلی از مدیرهای دولتی، من دولتی رو میگم چون خصوصی عکسشه، هم یه باور غلط ذهنیت غلط رو بزنن. اگه شما مدیر گرید یک باشی، نوع اول باشی، دستور بدید، نیروهای خائن دوستان همچین مدیر رو بله. الان شما اکثر خیانت هایی که میشنوید مدیرش رو برید در بیارید، میبینید مثلا مدیره تو باغ مثلا ان هزار میلیارد داده به فلانی، برو جمع کن این کارو بیار، اینم رفت جمع کرد گذاشت جیب خودش. واقعش اینه. این نوع اول مدیره، نوع اول مدیر. بس بچه ها اگر شما مدیری باشید که دستور بدهید بدون اینکه به اون عالم باشید، به اون کار اشراف داشته باشید، خائنا رو دور خودتون جمع میکنید. همین جوری هم پشتم به ضربه میزنم. کشور ما هم تا دلتون بخواد خائنا، اصلا ما میتونیم هر روز راجع به یک خیانتی که در کشور ما عددهای درشت، این ریزمیزه که خمس و زکات کشور ماست، اون درشت درشتا که میزنن اینجوری میزنن. حالا مدیری که میخواد یعنی مثل اون نفر اول فرمانده میره نیروهای خوب میاره، نیست انقدر نیروها داغونن تو سیستم دولتی بهم. حالا یه سری از چهار داغونن، کسی اینا رو یاری نمیکنه. برای مدیر یهو میاد یک شخصیتایی میبینیم تو کشور داد میزنه، آقا کسی با من هم کاری نمیکنه. چرا اینجوری بود؟ چون مدیرایی که موندن و عرضم به حضورتون کار دستشون قرار گرفت، مدیرای دستور دهنده بودن. خودش نرفت بابا این داره آسفالت میکنه، معلومه داره میدزده. خودش بالا سر کار وقتی نبود چی میشه؟ شما اینطور نباشید. الان یه گیری که تاجرها دارن، پول بار رو از مشتری میگیرن، نمیرن سر بار با تأمین. چقدر ما این دست کلاهبرداری داریم. خدا ازشون نگذره. اینجا بگم ما همیشه حامی تولید کننده ها بودیم و ازشون همه جا تعریف کردیم. بعد خدا لعنت کنه تولید کننده هایی که مخصوصا صادرات داریم، کارخونه دارایی که جنس خراب میدن میبریم، یعنی به نامردی تمام میدن. چون اکثر کشورهای دور و بر که ما کار میکنیم الان خیلی از قراردادامون کنسل میشه به خاطر اینه. مثلا یه کارخونه دار ایرانی یه جنسی مثلا پارسال براش فرستاد سید احمد، مثلا یک تن 700 کیلوش خراب و تاریخ این بارم جوری نیست که معمولا هم گردن نمیگیرن، میگن مال ما نیست، شاید از قبل شما خرید. بابا یه مدل جنسای ایرانی هست، اصلا کسی نداره. معمولا کارخونه دارا گردن. شما بچه ها باهوش باشید. اطرافیان کشورهای دور و ور نسبت به ایرانی ها بسیار منفیه. همینجوری دنیا که ما رو داره میزنه، اگه نتونیم دور و ور رو حفظ کنیم در تجارت، همه چی میشه؟ عامل بدبختی میشه. همه پولامون هیچ میشه، به راحتی هم هیچ میشه. اون کارخونه داره روی یه بار 2 میلیارد میزنه، سالشو بس.
اصلا هم براش مهم نیست بابا ما ایرانی این هم مردم بدبخت میشن. آخه نامرد، تو وقتی جنس خراب میدیم و میبریم اونور، اون دیگه از ما نمیخره، یک بدبینی میاره. آقا جنس سالم بده بازم میخره ازت، و خدا خیر بده کارخونه دارا و تولید کننده هایی که با بچه ها همکاری میکنن و واقعا یک دغدغه بزرگ رو برداشتن. ما باید دنبال کارخونه دار و تولید کننده ای بریم که این روحیه رو داشته باشن. بزنید اگر کارخونه و تولید کننده ای دیدید که عوضیه، دیدید به همه معرفی کنید آقا با فلان کارخونه دار کار، بگید بذار بابا هم انگار تاجرایی که تو هم محصول شما هستن یا هم پوشان شما هستن دوباره سرشون کلا نره، بابا سر بارتون برید تا به جزئیات بررسی کنید، مخصوصا کسایی که صادرات دارن انجام میدن. چون ما تو داخلی خلاصه یکی از یه شکایتی از خارجی خیلی سخته، خیلی سخته و اکثرا اینو میدونن. بر همین بر پایه اعتماد ما جنس میدیم. بابا این رابطه روسمون بر پایه اعتماد ما رو قبول کرد. وقتی یه کارخونه دار همچه حرکتی انجام میده بدبینی شدیدی میاره. این جزء گروه یک بود. مدیره که چی؟ دستور میده، تاجری که دستور میده به نیروش برو سر بار رو بفرست. این اتفاق نمیفته، اون مدیر خودش باید واقف باشه آقا این بار کارش نیروی نیست، من باید برم. اما مدیر دومین مدیر، مدیری که خودش میره چی؟ اون سیستم رو میچینه، خودش نفر اول علم داره، این مدیر نیروهای خوب رو جمع میکنه، این مدیر نفوذ داره رو نیروهاش. ما تا میتونیم باید این مدل مدیر رو پرورش بدیم، مدیری که خودش مسلط باشه، مدیری که خودش بیشتر از همه کار کنه. آقا یک سری صحبت ها داره وایرال میشه در اینستاگرام از شخصیت های خیلی معروف جامعه، یعنی ایران کشور خودمون، حتی اینا باز از انگار حالا نمیتونم بگم تفکر غربی، اینا باز از شخصیت های خارجی میرن ترنسلیت میزنن، میرن ترجمه میکنن، میان یه خورده رنگ و لعاب میدن، میان به زبون ما میگن که یک مدیر نباید خودش رو درگیر نمیدونم یک سری از امور کنه، کمتر کار کنه، باید بشینه. همش فیکه، همش حق بازیه، بدبخت میشید اگه اینجوری عمل کنید. مدیر باید تمام سلول های ذهنش برای مجموعش باشه. اینا معمولا میگن آره چرا اینقدر خودتو درگیر میکنی، یعنی تو سفر نمیخوای بری، تو نمیخوای تفریح بری، کی گفته سفر نرو؟ چرا اینجوری میگید؟ معلومه اینا خودشون مجموعه نداشتن. یه باری استاد تالیا زحمت کشید گفت، خیلی اون جلسه قشنگ بود، آقا اینا نیرو نداشتن، ما نیرو داریم. من سالها نیرو داشتم، سالها ما با آدمهای مختلف سر و کار داشتیم. یعنی چی؟ خودت نیستی همه جمع میکنن؟ نه، حالا یه وقت فکره اینجوری نیست، امکان داره مثلا ما یه هفته نباشیم، نباشیم اینجوری نیست گوشیمونو خاموش کنیم خداحافظ. در هر جایی که باشیم دغدغمون مجموعمونه، دغدغمون این همه زندگیه، این همه آدم که اومدن تو مجموعمون، این همه که اعتماد کردن به تجارت، این همه که اعتماد کردن به مجموعه آراد و اومدن تو مجموعه دارن کار میکنن. اینا همه سلول های مغزی یک مدیر رو درگیر میکنه. چطور میشه شما از یک مشتری پول میگیرید سر بار نمیرید؟ چرا استرس ندارید؟ چرا دغدغه ندارید؟ چطور میشه شما دارید در یک مجموعه کار میکنید دغدغه اون کار رو ندارید؟ حرفت خریدار داشته باشه. حرف خریدار، کسی که کننده است حرفش خریدار داره، کسی که کار بلده. کار بلدی بچه اینو بهتون بگم به تلاشه. آقا اون آمیتاپاچان اگر میاد بهش میگن استاد، چون سختی کشیده، زحمت کشیده، شده بازیگر تو اون سطح. اگر یه بازیکن فوتبال میگن اسطوره فوتبال، آقا پدرش در اومده، این تمام زندگیش پر از استرس بود، پر از استرس بوده، پر از تکاپو بوده. من یه بار توی یه جلسه صحبت کردم، اگر دنبال آرامش هستید تو مجموع آراد نباشید. ما هر روزمون یه تغییری، اصلا نمیشه این هفته هیچ حرکتی ما نزنیم، امکان نداره اصلا.
شده دیگه هیچ کار اجرایی نشه باشه، یه دو تا طبقه رو جابجا میکنم. اصلا امری محاله، باید انسان یاد بگیره، باید تکاپو داشته باشه. مدیر رأس اون تکاپوه. اگر تو رأس تکاپو باشی، نیرویی به دنبال تو میاد که دنبال رشته، دنبال تغییره، دنبال منافع خوبه، دنبال رشد مالیه. این شد دو دسته از مدیر، و شما در دسته دوم قرار بگیرید. اگر در دسته اول باشید، بعد از یک مدت انقدر به شما چپ و راست ضربه میزن نمیدون از کجا خوردی. حالا هم بلند نمیشه. اینو بهتون بگم، شاید تاجری باشه، مدیری باشه، تازه شروع کرده، اصلا یه نیرو داشته باشه، اصلا خودش داره کار میکنه، خودش مدیره بر خودشه، فرقی نداره، یک نیرو. اگر روی یه بار، بچه ها روی یک بار، این سوتی که امشب گفتم جز دسته اولی باشه، روی یه بار سرتون کلا بره، حالا بلند نمیشید، حالا بلند نمیشید. داستان اون کشیده، اون پدری که پولو به پدرش، به پسرش داد ماست بخرید، یادتون نره. اینو بگم دوباره، قشنگه، بله قشنگ، اون یادتون نره. این داستان ما اونه، هی میگیم، انا اساتید میان میگن، مهندستاری اومد یه فکر نصف سالون اینجا آف شد، یه مثالی زد نشون دادم، هر دفعه هم یک این دفعه داشتم نمیم، من خودم دیگه جذاب شد، دیدم فندک رو انداختین تو آب، نمیستم یه خیلی هم جذاب. این همه چی تو ذهنتون بیاد، چون میگه اگه بیاد مگه تمیز میشه؟ حالا رفتی تو باقالیا، حالا رفتی تو باقالیا، اون پسر و پدره رو بگم قشنگه. حالا دوباره هم بگیم خوبه دیگه، انگار یادآوریه. میگه پدری به پسرش پولی داد، مثلا حالا به زبون چند سال پیش 2000 تومن، الان ماست چنده راستی؟ یه ظرف ماست 50 تومن؟ بله. خب الان کشیده بس محکمتر، حالا داستانش میگه پدری آره به پسرش 50,000 تومن داد، گفت پسرم برو ماست بخر بیار. گفت چشم بابا. گفت داری میای، مواظب باش ماست رو نریزی. گفت چشم بابا. شخ خوابون زیر گوشش محکم زد، الان 50 تومن محکم تر میزنن بابا بزنن. بعد ارزم به حضورتون، پسره گفت بابا چرا زدی؟ گفت برای اینکه امکان داره ماست رو بریزی. گفت من که نریختم. گفت بریزی دیگه فایده نداره، داستان ما اینه، سرتون کلا بره دیگه، این حرفا دیگه فایده ای گوشاتون دیگه نمیشنوه. اما در باب مدیریت، موضوع دومش که ربطی به اولی نداره، اما دوست داشتم اینجا بگم، چون چند باری همش میخوام بیام بگم هی موضوع عوض میشه. خیلی وقتا خیلی از مدیرا مخصوصا در شروعشون خودی هاشونو میارن، دوستاشونو میارن، حالا یه کلمه عزیزترین هاشون رو میارن، که عمدتاً عزیزترین هاشون ناکار آمدن. اگر کار بلد باشن هیچ مشکلی نداره، حرف هم اصلا گوش ندید، اما عمدتاً چی هن؟ ناکار آمدن. زمان میبره، میخوان هی بهش یاد بدن فلان. مدیریت دوست و فامیل نمیشناسه. اگر این کارو کردید، رفیقتون رو در مجموعتون وارد کردید، در کارتون وارد کردید، به شدت جدی باشید، بتونه تفکیک کنه حال بیرون و کار درون رو. یه ضربه شماها از خودی ها میخورید، دوروبری ها میخورید. رفیق تو آوردی گن میزنه، نمیتونی چیزی بهش بگی. حالا مگه میتونی به نیرو چیزی بگی؟ میگه به رفیق خودش نمیگه. جدی باشید، اون حسابکار نیاین، به خودتون نزدیک نکنید، نگید این رفیقمه و در کارم میاد میتر کنه. رفیقت میاد تو کار گن میزنه، رسوا میشه، فامیلتو میاری رسوا میشه. نه اینکه نیارینو، اینا رو نگفتم، بیارید باهاش جدی باشید، تو محل کار با بیرون اینا رو تفکیک کنید، باهاشم ببندید از قبل. این همین یه نکته ریز داشت که هر دفعه میام بگم، یه موضوعی پیش میاد دوست داشتم امشب تو این جلسه بیان کنم. این قسمت اول صحبت همه موریت مرمز. اما پیرامون شاخصه یک مدیر موفق میام برنامه داریم. من یک بله.
چیزی بخورم، احساس میکنم یه خورده بله بروی چشم گلوی تازه کنیم. سوتی کلمه ای وقتی میاد، من چون دقت کردم این سوتی کلمه ای میاد خشکی دهان بیشتر. حالا یه چیزی بخوریم نوش جونتون بفرمایید. ان شاء الله باقی باباری وجود. عزیزان بیننده بفرمایید، بخش رو تماشا میکنیم، مجدد باز خواهیم گشت و در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید. همیشه به ما میگفتن آیا آراد رقیب دارد یا ندارد؟ سواله. ما چون آراد بی رقیبه، چون همه مسیرهایی که ما دست گذاشتیم سخت بود. او اکثر مردم این کارهایی که ما میگیم انجام نمیدن. خوشحال باشین. چرا این سختی رو تحمل کنی؟ یقیناً سرانجامش یه خوشی خوبه. تو بدنسازی مثالی براتون زدم. الان برید به یه مربی بدنسازی بگید که آقا شما برنامه به من میدید، آیا از روز اول من خیلی مثلا وزنهای تاپ رو میگه؟ نه، روز اول که تمرین میکنی یه دردی داری، دو هفته باید درد بکشی، دو هفته اول بدنسازی خیلی درد داره. میگم خب آقا دو هفته یه زحمت بکشید، من از هفته سوم میام. آقا یعنی چی از هفته سوم میاد؟ دو هفته شده. هر زمان شروع کنی دو هفته درد. عرض ادب و احترام، خیلی خوش تشریف آوردین، متشکرم که ما رو تماشا میکنین. داریم گفتگو میکنیم با عزیز دلمون مهندس قربانی بزرگوار، مدیر عامل محترم مجموعه بزرگ یاراد برندینگ. در خصوص منابع انسانی صحبت شد، الان در خصوص مؤلفه جذاب شاخصه یک مدیر موفق. موضوعی که امشب در نظر گرفتم، محافظه کار باشید یا ریسک پذیر. اینایی که انتخاب کردم امشب، خب من 40 تا مؤلفه دارم. بله. بعضیاش خب نیاز به چند مؤلفه داره. بیشتر چون توی ارزم و جامعه دارم میبینم، معمولا اون هفته رو نیت میکنم مثلا یه موضوع دیدم میگم راجع به این میگم. خیلی ها راجع به این موضوع صحبت کردن که گفتن این باشید، اون باشید، این باشید، ریسک کنید، ریسک نکنید. محافظه کار به شخصیتی میگن که ریسک رو در پایین ترین حد میاره، یعنی انگار ریسک نمی کنه. حالا من یه تعبیر دیگه ای از محافظه کار دارم که در هفته پیش باز راجع به راز و اینا صحبت کردم. بله. تو کاراتون محافظه کار باشید، تو زبونتون هر چیزی رو هر جا بیان نکنید، اسرار شرکتتون رو همه جا نگید. محافظه کار تو این موضوع باشید، نه اینکه بگید ریسک میکنم میام گذشته شرکتم رو بگم. نه، این حرکت ها رو نزنید. تو مواضع خودتون و شرکتتون به شدت محافظه کار باشید، اما ریسک کنید. ای تاجرا، ریسک کردن این گیرش اینجاست، با بی تدبیری خیلی فرق، با کم‌عقلی خیلی فرق داره. یه واژه ای رو خیلی ها توی صحبتاشون بیان میکنن که من رکم. اینو خیلی ها شنیده. رک به احمق میگن. واژه‌اش یعنی کلمه، انگار معنی اشتباهی تو جامعه ما به وجود آورده. رکوی از هم میاد، در اصل منظورش اینه من رو راستم. رک کسی که رکوه به کسی میگن که وقتی حرفی رو میشنوه پردازش نمیکنه، به لحظه جواب میده. اینو بهش میگن چی؟ رکوه. یعنی اصلا هیچ پردازشی نداره. بله. اما نه، ما پردازش میکنیم، تو روی طرف جواب میده. اینو میگن رو راستی. ما اینو چرا مثال زدم؟ چون یکم جلوتر میریم یک خورده ارور میدین، اینجا گفتم جواب بدم. ما تو بحث ریسک پذیری توی تجارتمون، توی کارمون، در همه جوانب اینو مشاهده میکنیم. آقا من نیروی میخوام استخدام کنم. بله. همین الان قبلا گفتم فامیلت رو میخوای بیاری، داری ریسک میکنی. آقا داره فامیلتو میگه، داره ریسک میکنی. یکی به تو همین الان میگه خانم زارعی من میخوام تو مجموعه شما کار کنم، تو میخوای جواب بدی، باید فکر کنی یعنی دارم ریسک میکنم بگم بیاد یا نیاد. خانم فلانی من میخوام اینو ازت بخرم، داری فقط فکر کنی خب بدم بشین، ریسک داری میکنی. یک تاجر همیشه ریسک میکنه. این تفکر غلطیه که اکثرا میگن
بله. ریسک نکنید یا خیلی ها گفت نه ریسک باید بکنیم اما با تدبیر، عقلت وسط باشه. هر چیزی که در تصمیم گیرید در زمانی که میخوای ریسک کنی عقلت رو از اون موضوع خارج میکنه اونو کنار بذار. درست. یکیش همین مشاوره با کیه؟ میگه از مشاوره. خیلی ما شنیدیم همش اینو شنیدیم مشورت کنید اینو شنیدیم اما اینو نشنیدین که از مشورت با احمق بپرهیز. اینو نگفتن، اونو گفتن، ولی اونم بوده، اونم به ما خیلی گفتن. تو این نسل به ما رسید اکثرا اونو بولد کردن. شما هم دقت کنید اکثر اطرافیان شما بهتون میگن ریسک نکن. نشنیدید اینو؟ ریسک میکنی ها، ریسک نکن. آره، چون اکثر مردم تفکر کارمندی دارن. اکثر مردم صحبت کردن تفکر تدافعی دارن، اصلا ریسک نمی کنن. یک زندگی روتین، یک زندگی مرتب رو میخوان. روتین در حداقل یا بدون هیچ دغدغه. اصلا همچین چیزی وجود نداره. برای یک تاجر، تاجر باید ریسک کنه. شهامت داشته باش، نترس، ریسک کن. آقا رو نیرو ریسک کن، رو شرکت ریسک کن با تدبیر. من میخوام دفتری رو اجاره کنم. خب نگاه میکنم الان با این وسعم دفتر چند تومانی بگیرم. نه ترس، واقعا اون چیزی که هستی بگو الان 10 تومانی میتونم. بلا فاصله کناریت بهت میگه آقا همین الان 20 تومن تو حساب بیشتر نیست، چرا 10 تومانی؟ همین 2 تومانی داری بس دیگه. میگه نه آقا این برای مشتریه تا پارسالم بود، این دفترم الان کوچیک‌تر شد، باید بیام بالاتر. اینو بهش میگن ریسک. مدیر موفق مدیریه که ریسک کنه. مدیر موفقیه که مدیریه که بی تدبیر نباشه. کم عقلی با ریسک کردن فرق داره، بی تدبیری با ریسک کردن فرق داره. فردا گنزدی نگه من ریسک کردم دیگه، گفتم یا میبرم یا میبازم، این چه ریسکیه؟ این چه مگه قماره؟ داره قمار مگه میکنی؟ میری جلو یا میبرم یا میبازم، اصلا ریسک قمار نداره. یعنی مسیرش رو میبینی کاملا درسته، کامل درسته، اما بین این و اون موندی، هر دوتاش هم یقینته که درسته. میگه ریسک کن، بالاتر رو بگیر، ریسک کن اینو بگیر، انتخابتو مقاوض کن، ریسک کن. یعنی من میخوام برم الان تجارت کنم، با این کارخونه دار ببندم یا با اون کارخونه دار؟ ریسک میکنم با این کارخونه دار، هر دوتاش نفت داشت برام. نه اینکه بشینم تو خونه یا برم بیرون ریسک کنم. این چه حرفیه؟ این چه مسخره‌ایه؟ ما الان اکثرا تو استخاره هم همین داستانها رو داریم که الان هر چیزی میشه یه استخاره بزن، یه استخاره بزن. یعنی استخاره در 2 عمل حقه، نه اصلا باطل به حق میگه استخاره بگیر. خب چه کنی؟ برم پارتی یا نرم پارتی؟ آقا اسکل، استغفر ربی اتول استاد. اسکل یه پرنده ایه. بله. یه پرنده ایه که یه چیزشو آره استاد تایی یه چی هم دیگه هم گفت. چی بود؟ شاسکول گفت؟ نه یه چیزی استاد تایی گفت سونگور بود. سونگور آفرین. سونگور بود. شاسکول چی؟ شاسکول ما نشیم، همون سونگور بود. استاد تحویل بگیر شاگردار رو. پس حواستون باشه ریسک، نه اینکه بگی این بار رو میبینی این که پوسیده است، ریسک کنم میگیرم شاید بفروشم، این چه ریسکیه؟ این چه حماقتیه؟ یا نیرو رو میبینی اصلا قیافش داد میزنه کلاورداره، اصلا بشر صحبت میکنه دروغ از سر تا پاش میریزه، ریسک کنم بهش اعتماد میکنم میارم تو من. میاری یه لگد میزنه برو جاجرود، برو 3 دور برگرد، ایشالله این ریسکت هم جواب میده. پس اگر جایی خواستید ریسک کنید تدبیر باید پشتش باشه، یا جایی شنیدید شما هر روز داری ریسک میکنید. به نظر من حالا باز نمیکنم عبادشو، برای مدیرها میخوام بگم ریسک کنید، ریسک جواب میده. رو نیروها ریسک کنید، اما بین 2 نیرو ریسک کنید که هر دوتا خوبن. میگید نمیدونم این بیاد یا اون بیاد، فکر کنید تدبیر کنید، بگید به نظرم این، اما انتخاب کردی بعد تدبیر محکم باش باستا.
حالا یه جلسه انشالله اگه قسمت بشه راجع به گردنگیری صحبت میکنم که خیلی جذابه. یه بار قبلا با استاد وحید من صحبتای کردم که یه جلسه بود، من از صحبتای استاد وحید یه جلسه رفتم صحبت کردم، خیلی جذاب اون جلسه، فانه. یه جشنی یه وقت بود راجع به گردنگیری صحبت کنم که خیلی باحال. اینم موضوع دوم صحبتمون. اما موضوع سوم، چرا وقت داریم؟ خوب، نقش پول و بیپولی، یه موضوعی رو امشب میخوام اشاره کنم و گفتم امشب فاز دولتی اومد، چون برای انتخابات و اینا مؤلفه هایی رو انتخاب کردم که اگر شما میخواید کاری انجام بدید کسی رو انتخاب کنید، اینا رو بدونید. ما خیلی وقتا اصالتمون رو به پول میفروشیم. خیلی وقتا من خودم خیلی ناراحت میشم از اینکه یک ایرانی میره توی یک کشور دیگه ای کار میکنه. من به کارگراش کار ندارم، صادقانه شخصیت های زیادی رفتم، به اونا کاری ندارم که بودنم هیچ اتفاق نمیافتاد. یه تعداد دوز بودن رفتن، اونا رو نمیگم، یه تعداد چه میدونم اینجا بودن وبال بودن، مثل خیلی از مردم الان، جوانای الان یاد گرفتن من میخوام برم به مردم خدمت کنم، همه هم میخوام برن وبال شن، یعنی وبال دولت میخوام بشن. یعنی دولت اگه به نظرم اینا رو میبینه میترسه. چرا میگه اوه 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 این فردا میخواد بیاد توی اداره و دولتی، زبونم داره، بلده، میشینه پول میخواد، کارم نمیکنه. یه تعدادی که رفتم من با اونو کاری ندارم، اما چرا متفکرین ما رفتن؟ ما فرار مغزها خب خیلی شنیدیم بهم. این مغزها چرا رفتن؟ دلیلش چی بوده؟ عدم دادن پول، چیزی غیر این نبوده. بچه ها، ما اگر عرق ایرانی داریم، عرق به وطن خیلی خوبه، خیلی در اصلا در روایاتم بحث زادگاه بوده که عرق به زادگاه، عرق به اون خاک باید داشته باشه. ما ایرانی هستیم، بحث متحدین رو دیشب استاد تالیا زحمت کشیدن صحبت کردن، یک موضوع استراتژی و خیلی سنگینی بود، خیلی جالب بود و ایشالله یه اتفاق خیلی جذابی امسال میافته تو اون موضوع. ما ایرانی هستیم، چرا ایرانی ها با ما متحد نیستیم؟ چرا شرایط رو جوری فراهم نکردیم که یک ایرانی اصالتش رو ول کنه و بره اون ور؟ چرا ما خیلی وقتا شنیدیم باقیات و صالحات؟ باقیات و صالحات به فرزندامون میگن، کسی که از یه اثری، حالا یه کسی که باقی گذاشتی، مون بعد مرگت مون. آقا اگر میخواد بمونه به پولت میمونه. چرا تو نتونستی برای خودت چیزی باقی بذاری؟ چرا آوردت زیاد نبود؟ چرا وقتی میمیری اون خرج کفن و دفنتو ندارن؟ خیلی ستمه، خیلی زشته، خیلی خجالت آوره. ما در کشور مسلمان نشین هستیم، ادعا داریم که اکثرمون شیعن، چرا اجازه میدیم شیعه برن؟ این ننگه. چرا متفکرینمون رفتن که یه سری از مدیرهای بیمغز بیان بشینن؟ چرا صادقانه اونا خالی کردن؟ برای پول بوده، مسیر درست. چرا ما نمیایم جدی نمیگیریم؟ چرا ما صف نیستیم نذاریم اینا فرار کنن؟ چرا طرف اهل بیت رو دوست داره؟ مگه دانه میکنین مسلمونین؟ شیعه این اهل بیت رو دوست داره به خاطر پول رفیق انتخاب کرده که اصلا اهل بیتی نیست. اولش بهش فشار میاد، اولش به شوق دنیایی میره، اما بعدش دوست داره نباشه. چرا میگه دوست دارم خودم بکشم؟ به خاطر پوله. چون رفته وارد تفکری شده، وارد جریان شده که دوستش نداره، متاسف. دوست نداره یه تفکری رو، اما به خاطر پول مجبوره. شما چرا خیلی از دانشمندان، من خیلی از دانشمندان رصد کردم، خیلی از شخصیت‌های قدرتمند، هر کسی رو نمیگم بیاد اینجا وایران میشه صحبت لایکدار میزنه، منظورم نیست، میگه من بیام تو وطنم خاک وطنمو میبوسم، دلتنگ ایرانم، داره اونجا کار میکنه سازمان فلان. ما الان توی دنیا جنگمون با خودی هاست. یه عالمه از مدیرهای بیرونی ایرانی هم الان توی کامنت ها خیلی هاشون زدن، تاجرهای قدرتمندی که در انگلیس وجود دارن ایرانی هم.
تاجرهایی که اکثر تاجرهای قدرتمند دنیا ایرانی هن. درست. تو آلمان تاجر قدرتمند ایرانی پره بچه ها، پر. چرا رفتن برای اون کشور کار کنن؟ چرا زیر پرچم اون کشورن پول؟ ما چرا به اون بر نمیخوره یه ایرانی از کشور میره بیرون؟ چرا آرمون نیست؟ چرا یه ایرانی میره برای اون بر کار میکنه؟ افتخار فامیله، ننگ فامیل باید باشه. چرا با افتخار میگه پسرمو انداختم اون بر؟ ننگت باید باشه پسرت میره اون بر، چون نتونستی عرق ایرانی رو بهش بنشونی، نتونستی بگی ما ایرانی ها همه با همیم. ما به وسع خودمون باید تلاش کنیم، من به وسع خودم، تو به وسع خودت. دور و بریایی داریم، مسیرشون باید عوض شه. من به بچه مذهبی یا فاز مذهبی رو گفتم، خیلی عاشق اهل بیتن، به خاطر پول اعمالو انجام نمیدن. رفیقی پیدا کرده اهل چیزهای دیگه است، به خاطر پول مجبوره باش همراهی کنه، چون به خواسته هاش، به تمایلاتش نمیرسه. یک سری شخصیت های متفکر داریم، حالا کاری ندارم دینش چیه، ایرانیه، آقا ایرانیان. چرا میره کشور دیگه؟ چرا شما رو پیدا نکرده؟ چرا مسیر تجارت رو نشنیده؟ چرا گنگی های زیادی داره؟ ما اگر سخت تلاش کنیم، ما اگر تمام این موازهی گفتم روش تمرکز داشته باشیم، شما اگر تو زندگیتون موفق باشه همه دوستان شبیه شما شن. خب سخت کار کنید، با ماشینتون عوض شه فامیلاتون نمیرن اون بر. میگه فلانی چی کار کردی؟ اون روز میشه بهم بگی؟ باشه حواظه بهم بگو تو چی کار کردی؟ تو هیچی نداشتی، پراید خریدی، پژو خریدی، الان ماشالله اومدی یه ماشین خارجی خریدی، چی کار داری میکنی؟ تو چه تیپت عوض شد؟ چه خوشگل شدی؟ تو چه با کلاس شدی؟ بابا به خدا اون وریا اونقدر با کلاس نیستن. من داشتم پریروز تو دفتر صحبت میکردم، اکثر کشورهایی که رفتم این پشت هتل ها معمولا منطقه های خیلی فقیر نشین هستن. رفتید کشورهای دیگه به هر دلیلی، برید از هتل پیاده برید، پیاده برید کجا؟ پشت اون هتل، اون منطقه و محله های پشت هتل خیلی فقیرن، داغونن، اما یه جوری جلوه میکنن انگار هر کی تو فامیل بره خارج خیلی شخصیت خاص. نه داغون بوده نتونست اینجا در بیاره. ما باید خجالت بکشیم که نتونستیم دست یک ایرانی رو بگیریم نره، نتونستیم دست یک مغز رو بگیریم نره. اگر این کار رو میکردیم، مدیرهامون مگه کیا هستن الان تو کشور ما؟ الان دوباره انتخاباته، کیا میرن مدیر میشن؟ همین از دل مردم میرن. اگر اونا نمیرفتن خب به اینا رأی میدادن، آقا تو برو. اگر تفکر تجارت داشت، لااقل اقتصادی های ما این تفکر رو داشتن، چی میشد کشور؟ عوض میشد. اونا به نوبه خودشون، ما به نوبه خودمون، هر کسی به نوبه خودش. نمیخوام بگم هی دولت منظورم نیستا، من راجع به شخصیت حرف میزنم. خیلی وقتا هر اتفاقی در کشور میبینیم دولت مقصره، دولت اینه. با چه ربطی داره؟ طرف باهوش، مسیر تجارت رو نگفتین بهش، ندیده در فامیل، خب هیچی ندیده، یکی بهش میگون برس خب میره دیگه، چرا رفتی به دولت داره؟ الان چقدر ما شنیدیم امسال این شعارمونه اقتصاد مردمی، چرا جدی نمیگیریم؟ چرا یه کاری میکنیم امسال که یه کاری باید بکنیم امسال کسی نره؟ آقا ببندم تلاش کنم الگو باشم. الان بعضی از بچه های ما توی کامنت ها هستن، کوچولوهای جمعن، یه الگون فلانیه، اینه، اونو نگاه میکنه تاجر شد، منم تاجر میشم. تو فامیل میچرخه، تو بابات چیکار، تو چیکار میکنه؟ بابام اینه، با تو مدرسه ها پرشه بابام تاجره. ها نمیشنویم آقا، چرا نمیشنویم؟ بعد بی پول میشیم، هزار بدبختی میاد سمتمون. چرا اجازه میدیم مدیر ضعیف بره بالا؟ ننگه.
من باید خودم تلاش کنم. یک بار بهتون گفتم شعار امسال رهبری رو دقت کنید، تاجرها یقه مسئولین دولتی رو بگیرین هر جا که میتونین، خودتون رو به عنوان شخصیت اقتصادی به اونها معرفی کنید، مخصوصا الان که رأی میارن. باز گیر مافیا نیفتین ها. این نمیدونم اون هفته گفتم این یه نماینده مجلس، این نماینده 206 و لنکروز و نمیدونم تصویب شد و او گفتم اون از اونی که اون که خورده مافیا سوخته است، دور بعد نمیاد، پیره، چی میگه، آفتاب لب بومه، اون که نمیاد، اون سوخته است، همه حمله کردن زدنش. از اونی که اینو زده بیشتر بترسین، خیلی بترسین ازش. اون میتواند در یک برنامه برن یهو یک کشور یه اتفاق بدی بیفته. حالا این بار چه شد؟ از قبل زدن دیگه، همه زدن. برگشت گفتش که شما در نمیدونم چیه قشنگ بود، هیئت مدیره شرکت های خودروسازی، من نیستم، قطعات شد، من توی قطعاته. اوه گیر آوردیم ما رو. بعد خودت جز کسایی میگه خودروسازان باید خودرو رو 5 ساله بسازن، ای تو خود داری قطعه تولید میکنی، گیر آوردیم ما رو. همون جلویش نتونست جوابشو بده، هوشیار نبود، از قبل یه چیزی آماده کرد برای فاش کردن، دم انتخابات هم هست، اومد یهو وایرال شد. خوب دقت کن، مافیا مافیا رو زده. با سودان مافیا نرید، شخصیتون خوب زیادن. خودتون رو به عنوان شخصیت قوی اقتصادی به اینها معرفی کنید، یک کم محکم و جدی باشید، عوض میشه. ما باید با هم متحد باشیم در هر امری. امشب راجع به چی صحبت کردیم؟ نذارید فامیل باهوش داری، شخصیت های تاپ فامیل داری، دوروبر داری، آشنا داری، رفیق داری، خوب کار کن، حرفت خریدار داشته باشه، مدیری گفتم مدیری باش که نفوذ داشته باشه حرفت. تو تو فامیلم اگر خوب کار کنی نفوذ داری، تابع اینه، نفوذ داشته باشه در حد خودت. بهش بگید رفیقم تو کدوم کشور میخوای بری؟ تو یه بار رفتی واسه پون؟ اینا اینجوری هن، این تفکر رو دارن. یک کم باش سوال میگه خب من اینجا چی کار کنم، نمیتونم رشد کنم، تجارت رو بهش بگو، برو تحقیق کن راجع به موانی تجارت، یک کم از برتری تجارت بر سایر مشاغل فقط براش حرف بزن، نمیره. اما قبلش تو باید محکم چسبیده باشی به کار، تو باید صف باشی، تو باید در آورده باشی. این بلافاصله میگه تو خودت در نیاوردی که. من این موضوع هستم شم نمیتونم بگم، یه چیزی یاد گرفته بودم، گفتم خدای اگه این هست چرا نمیان نمیگن؟ خب اگه بگن این سخنرانا بیان بگن، خود مردم یقین میگن فلانی تو چرا خودت این کار نمیکنی؟ چون خودش این کار نمیکنه؟ طبیعیه که نمیگه دیگه. ما میگیم تاجر شو، خودم تاجریم، فلان این کار بکن و انجام دادم، مدیرم، به همه تو یاد میدم. من الان مدیر نباشم، نیرو نداشته باشم، یه خورده حرف میزنم یقمو میگیره. آ چی گفتی؟ تو خود 5 نیرو داری؟ نیرو داشتم گفتم. صفر بچسبین بچه‌ها، بدبختی مونه. یه خورده صفر بچسبین انشالله مغزامون نمیرن، انشالله ما یه جوری تو فامیل خودمون رو جا میندازیم که الگوهای فامیل، الگوی جوونهای فامیل شماها بشید. یه جوری خودمون رو تو شهر جا میندازیم که الگوی جوون موفق شهر شما بشید. اگر نماینده مجلس میخواد یه تعریف بده در امر اقتصاد، در امر تجارت، صحبتاشو بیاد از شما الگو برداری کنه، جلسهشو با شماها بذاره، شماها بهش سرتیت بدید بره بالا صحبت کنه، خیلی تأثیر داره. اگر کار اقتصادی هم بخواد بکنه با شماها میبنده، اگر قرارداد اقتصادی بخواد ببنده با شماها میبنده. امسال همه دنبال اینن، هوشیار باشید، یکم صفر چسبید که انشالله نشه. به خاطر پول ما اصالتمون رو فراموش کنیم، به خاطر پول ما دینمون رو فراموش کنیم و کنار بذاریم. انشالله خدا کمکمون میکنه و محکم و مستقر در این مسیر به راهمون ادامه. انشالله. متشکرم از شما. سلامت باشین. سلامتی همه اون کسایی که دارن تلاش میکنن، دوست دارن برای ایران و ایرانی
کار بکنن، فعالیت بکنن، همه جوره همه رو با نور تجارت آشنا بکنن، صلوات بفرستیم لطفا. اللهم متشکرم از شما، از عزیزان دلم متشکرم. تقریبا بله استاد فرمودن، عزیز دلم 100 و خورده نفر اشاره کنم که توی استودیوی ما تشریف دارن، بیشتر از 120 نفر توی استودیوی ما حضور دارن. یه دست خوشگلم به افتخار خودتون بزن. این دست به افتخار خودتون و رو مهندس قربانی یه دست خوشگل. خیلی متشکرم، لطف فرمودید مهندس شما، ممنونم از شما. در پایان همه برنامه ها سلام میدیم به بانوی کریمه قم، نگین انگشتری این شهر. این شعر خیلی جذاب، دوست دارم بخونمش و با این شعر پایان بدیم به این برنامه جذاب. قصه، یا بهتر بگم کلن قصه دنیا شده ساهان روح، در عوض کام شیرین میکند، کام شیرین میکند سوهان شما. یا علی مدد.